یه داستانی که همه ما سالهاست میشنویم، داستان طوفان بزرگ و کشتی نوحه که برای خیلی ها سواله که آیا این قضیه افسانه است یا واقعیت داره و چه شواهدی برای این قضیه وجود داره. در هر گوشه از جهان هستی، از تومارهای باستانی غبارآلود گرفته تا متون مذهبی امروزی، زمزمه‌های سیل فاجعه بار ادامه داره. این داستان‌ها سیلابی رو بازگو می‌کنن که به قدری شدید و بزرگ بوده که جوامع رو از بین برده و تنها عده کمی خوش‌شانس رو برای ادامه دادن زندگی باقی گذاشته. سیل بزرگ در روایات انسان‌ها نمایان میشه، اما اون روایت فقط یک افسانه است یا میتونه یه واقعیت تاریخی باشه؟ افسانه سیل بزرگ داستانی که در سراسر جهان گفته میشه. ممکنه با شنیدن داستان نوح و داستان طوفان کتاب مقدس بزرگ شده باشید، اما این تنها یک فصل از یک مجموعه جهانی از داستانهای طوفان بزرگه. حماسه گیلگمش. در حماسه بین‌النهرین باستانی گیلگمش، خدای اعا به مردی به نام اوتناپیشتیم در مورد سیل عظیمی که قرار بشریت رو نابود کنه هشدار میده. اوتناپیشتیم قایق بزرگی رو میسازه تا خانوادهشو و یک باغ حیوانات رو نجات بده. بعد از تحمل 7 روز طوفان، کشتی اون بر روی کوه نیسیر به گل میشینه. داستان هندو مانو. در سنت هندوها، مانو اولین انسان زمانی که در مورد سیل قریب الوقوع هشدار بهش داده میشه با ساختن یک قایق خودش و متون مقدس رو نجات میده. ماهی که گمان میره خدای ویشنو در لباس مبدل باشه قایق رو به سمت امن راهنمایی میکنه. دیوکالیون در اساطیر یونان. نسخه یونانی در مورد دیوکالیون به همسرش متمرکزه. دیوکالیون که توسط پدرش پرومتئوس از قبل هشدار داده شده بود، یک کشتی برای جان سالم به در بردن از سیلی می‌سازه که هدفش مجازات بشریته. بعد از 9 روز، آبها فروکش می‌کنن و اونها با انداختن استخوان‌ها یا سنگ‌ها روی شانه‌های خودشون به انسان تبدیل میشن و دوباره ساکن زمین میشن. با این حجم از روایات، اعداد رو هم بررسی کنیم. جیمز پرولوف، نویسنده آفرینشگرا، بیش از 200 افسانه سیل رو تجزیه و تحلیل کرده و دریافته که 95% اونها به یک سیل جهانی اشاره می کنن. در 70% یک قایق به عنوان پناهگاه عمل می کنه و در بیش از نیمیشون بازمانده ها به یک کوه ختم می شن. آیا همه این داستان ها ممکنه به یک روایت واقعی و تاریخی اشاره کنه؟ ویلیام رایان و والتر پیتمن، زمین‌شناسای دانشگاه کلمبیا، با نظریه پیشگامانی خودشون توی اواخر دهه 90 تحقیقاتی برای آبها انجام دادن. اونها فرض کردن که در پایان آخرین عصر یخبندان، دریای سیاه که زمانی دریاچه آب شیرین بود، به حوزه‌ای برای سیل فاجعه بار ناشی از طغیان دریای مدیترانه با نیروی 200 برابر بیشتر از آبشار نیاگارا تبدیل شد. کاشف انجمن نشنال جیوگرافیک با الهام از فرضیه رایان و پیتمن، شواهد فیزیکی پشتیبان چنین سیلابی رو از جمله دره رودخانه زیر آب و خط ساحلی باستانی و همچنین سازه‌ها و ابزارهای عصر حجر رو در زیر دریای سیاه کشف کرده. تیم اون همچنین فسیل‌هایی از گونه‌های متعلق به آب شیرینی که منقرض شدن رو کشف کرده که قدمت اونها به 7460 تا 15500 سال قبل برمی‌گرده. یکی از باستانشناسا برداشت متفاوت و کیهانی تری ارائه میده. طبق فرضیه اون، یک دنباله دار با عرض 3 مایل در حدود 5000 سال پیش به زمین برخورد کرده و نه تنها باعث سیلاب شده، بلکه باعث ویرانی گسترده، سونامی و طوفان‌های 600 فوتی شده. این تئوری که اوضاع رو هم بدتر می‌کنه، میگه که 1 هفته تاریکی در پی داشته که ناشی از موادی بوده که به اتمسفر وارد شده بود. حالا سوالی که اینجا پیش میاد اینه که آیا ما هم در معرض خطر هستیم؟ این فقط در مورد کشف گذشته نیست. آینده به دلیل تغییرات آب و هوایی، افزایش سطح آب دریاها و افزایش جمعیت، خطرات سیل و با خودش همراه داره. داستانهای سالهای گذشته ممکنه به عنوان هشداری برای اونچه که ممکنه یک بار دیگه اتفاق بیفته باشن. ترکیبی از تغییرات آب و هوایی، جنگل زدایی، افزایش سطح آب دریاها و رشد جمعیت ما رو با خطرات فزاینده‌ای برای سیل تهدید می‌کنه.